شما میتونید به ما بگید چرا شما را به عنوان یک معلم بازداشت کردن، به زندان رفتین و اون طور هم که از شواهد و گزارش های مختلف در زمان بازداشت شما بر اومده شکنجه شدید؟ علتش چی بود؟ توضیح خیلی زیادی نمیدم، به این خاطر که تنها من نیستم که دچار این مشکل هستم. الان دوستان و همکاران من در زندان هستند و دو نفر از اونها تحت حکم اعدام. اما نگاه اصلی حکومت به هر گونه تفکری که غیر از تفکر او باشد، هر گونه تفکری که خارج از معیار حکومت ولایت مطلقه فقیه باشد رو بر نمیتابه. ما در انجمنی که داشتیم به نام انجمن ناوابسته یا مستقل فرهنگیان ایران، نگاه اصلیمون و نوک پیکانمون بر روی قوانین مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش عالی بود که من از همکارانم و از کارشناسان تمنا میکنم که اینها رو یک دور مرور بکنند، ورژن قدیمی و ورژن جدیدش رو. قبلا هم در این برنامه عرض کردم، همونطور که یک حقوقدان با قانون اساسی کشور مشکل داره و اغلب حقوقدانان دموکراسی خواه و آزادی خواه امروز میگویند که مشکل اصلی قانون اساسی ما این هست که در مرکزیتش عقلانیت، خردورزی و انسان محوری وجود نداره، قوانینی که آموزش و پرورش برای خودش در نظر میگیره، قوانین داخلیش، همون مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، از قوانین بالادستی منشأ میگیره، یعنی از قرآن، سنت و قانون اساسی، و هیچ کدام از اینها در اصل و اساس خردگرا و انسانیت محور نیستند. اینها محورشون الهیات هست و در نتیجه همون نتیجه‌ای در آموزش و پرورش گرفته میشه که در اداره مملکت گرفته میشه. این اولین مشکل ما بود که سعی کردیم که این مشکل رو حل کنیم، با این مشکل مواجه بشیم. و بعد خواستهای دیگری بود که شامل تغییر محتوای کتب درسی، عدم دخالت و عدم تغییر محتوای کتب درسی، به خصوص دروس تاریخ بودیم، دوست داشتیم که آموزش و پرورش در کشور ما آموزش و پرورش عملی باشه. کتابخانه ها عملا در مدارس تعطیل، آزمایشگاه ها عملا در مدارس تعطیل هست و استفاده نمیشه. یک مجموعه ای از این خواستها رو ما داشتیم. هر گروهی یا هر کسی در ایران، چه فیلمساز باشد، چه معلم باشد، چه کارگر باشد، چه حقوقدان باشه، ذره ای رو بر خلاف منویات حضرات صحبت بکنه، دچار مشکلات و عواقبی خواهد شد که من و همکارانم و دیگر کسانی که مخالف با حکومت هستند دچار خواهد شد. منظره ای که روبروی شما هست به کجا داره میره ایران؟ ببینید، این پرسش رو از زوایای مختلف میشه پاسخ داد. من مجبورم تو وقت کم خیلی تلگرافی بگم. یک منظر بسیار تاریخی و درازمدت هست که اصلا از نظر تاریخی و درازمدت ایران امروز کجاست. ایران امروز در واقع بیان یک تسویه حساب تاریخیه بین اون روابط، مناسبات، ارزش‌های فرهنگی کهن که هنوز در بخش‌های از جامعه نفوذ داره و برای بقای خودش می جنگه، که خب اینو در زندگی به اصطلاح مقدار بخشای وسیعی از روحانیت در کسبه پایین‌تر، در فقرای شهری و آن شکلی از زندگی که خواستارش هستن از یک سو، در مقابل طبقات مدرنی که زندگی امروزی و زندگی جهانی و گلوبال رو میخوان، این کشمکش وجود داره. و در واقع جامعه ایران در 30 سال اخیر بیان یک تسویه حساب تاریخی بین دو نیرویی است که هیچ کدوم قدرت کنار زدن اون یکی رو به طور کامل نداشته. در نتیجه گاهی در اون دست بالا رفته، گاهی این ور بالا رفته. ولی در 3 دهه اخیر ما شاهد این هستیم که نیروهایی که به طرف پیشرفت، به طرف تجدد، به طرف مدرنیسم، به طرف روابط جهانی پیش میرن، به تدریج داره دست بالا رو میگیره. و بنابراین اون چیزی که ما در آموزش و پرورش شاهدش هستیم فقط یک بازتابی از همون مسئله است. یعنی آموزش و پرورش قرار نیست از دید دولت مردان جمهوری اسلامی نقش مدرن بازی کنه، نقش خردگرا بازی کنه، نقش انسان محور بازی کنه.
واژه‌هایی که آقای تقوی هم به کار بردن و در نتیجه قراره که حافظ سنت باشه به مفهوم که دولت مردان می‌طلبند و می‌خواهند. این از نظر تاریخی. از نظر مقطع سه دهه اخیر هم باز قابل بررسی هست که جامعه ما امروز کجا وایستده. جامعه ما بیان از نظر منظر سه دهه اخیر عرض میکنم، قدرتگیری جامعه مدنی و شهروندی ایران هست در مقابل روحانیت حاکم، در برابر سپاه، در مقابل نظام ولایت فقیه. و آن چیزی که به نام جنبش سبز هم معروفه در واقع بازتابی است از مطالبات فشرده شده اقشار مدرن که به حقوق شهروندی دست پیدا کردن و به این آگاهی رسیدن که شهروند هستند، رعیت نیستند، رعیت حکومت نیستند و هیچ وظیفه انتقال هیچ چیزو به هیچ کسی ندارن، بلکه انسان خودمحوری قراره بشن که به عنوان شهروند آزاد میخوان فعالیت بکنن. جامعه ما رسیده به اون مرحله. بنابراین این مرحله، مرحله غیر قابل بازگشته. ممکنه از نظر سیاسی ترجمه سیاسیش در هر لحظه موفق نشه، ولی این مرحله‌ای که بنیادن در مقابل تبعیض ایستادگی میکنه، ما اونجا بهش رسیدیم. و هر آنچه که به عنوان تظاهرات دیروز به عنوان روز جهانی کارگر برای اولین بار در چند سال اخیر ما شاهد اجرای بسیار موفقیت آمیزش در بسیاری از شهرهای ایران بودیم، نشون میده که حتی کارگران ایران به این درجه از خودآگاهی رسیدن و شعارهایی رو انتخاب میکنن که در قرابت و نزدیکی با معلمان هست و سایر اقشار اجتماعی هست. و همینطور شما میبینید معکوس اینو، دانشجویان در دانشگاه تهران شعارهایی میدن در اتحاد با کارگران، در اتحاد با معلمان. خب آقای تقوی، به نظر میرسه خب 30 سال سیستم آموزشی کشور زیر نفوذ حکومت برآمده از انقلاب بود، اما محصول مدارس و بعد دانشگاه به ویژه مدارس آن اون نشد که نظام دنبالش بود. جوانانی هستند متولد پس از انقلاب که تشکیل دهنده بدنه اون چه که جنبش سبز خونده میشه هستند در ایران. این تفسیر تا چند اندازه بازتاب واقعیت هست آقای تقوی؟ این عین واقعیتی است که اتفاق افتاده. دانشجوی سال اول و دوم و سومی که در دانشگاه تهران دیروز با بر سر آقای رئیس جمهور ایران آنچنان فریاد میکشه، همون دانش آموز پریروز من و همکارانم آقای بهشتی و باغانی و غیره است. این تأثیر صحبت‌های همکاران من هست، تأثیر پیشرفت تکنولوژی است و تأثیر همون چیزی است که آقای دکتر مشایخی به خوبی اشاره کردن، مدرنیسم، تکنولوژی رسانه ها. و این چیزی است که نمیشه جلوشو گرفت. دانش آموزی که، دانشجویی که، انسانی که مزه آزادی و مزه مدرنیسم و مزه استقلال رو بچشه دیگه از اون دست بر نخواهد داشت و به هر شکلی به هر ترتیبی میخواهد بر ضد همون تبعیض‌ها حرکت بکنه. 30 سال آموزش و پرورش بچه ها رو با ناله و عذاب و اینجور مسائل بزرگ کرد. 30 سال ما زنگ نهارمون رو با صدای آقای آهنگران گذروندیم، زیر توپ لگد میزدیم صدای آقای آهنگران میشنیدیم زنگ نهارمون رو. خود ما اون زمان دانش آموز بودیم، اما چه تأثیر رو روی ما گذاشت؟ درست 180 درجه برعکس اون اتفاقی که میبایست بیفته. ما هیچ کدام آدمای ایدئولوژیکی نشدیم. به ما آموزش ایدئولوژیک دادن، آموزش دینی دادن، اما هیچ کدام ایدئولوژیک نشدیم. معلمین رو از فیلترهای خیلی سخت عبور دادن، اما از میونشون فرزاد کمانگر بیرون اومد، از میون اونها آقای داوری بیرون آمد. بنابراین این چیزها فایده نداره. انسان امروز انسان متحول در راه تکامل و در راه پیشرفته، از تکنولوژی روز استفاده میکنه و داره مدرن میشه. واقعا نمیشه دیگه جلوشو گرفت.